یک مهارت سوم کار با واژه پرداز و نرم افزار ورد. شما با وارد کردن جدول آشنا شدید. جدول هاتون دو تا مهارت بعدی مقدار متفاوت بودن، اما توی پاورپوینت هم که الان هستیم شرایط وارد کردن جدول اون مشابه به ورد. بذارید من بیام توی اسلاید دیگه این عکس رو اینجا حذف کنم. خب عکس رو که حذف میکنم باز این شرایط رو داریم اینجا میبینیم. من میام سراغ insert table و روی insert table کلیک میکنم. من اینجا میتونم به راحتی یک جدول وارد بکنم. اینجا تعداد سطرها و ستونهای جدولم رو مشخص میکنم، کالم تعداد ستونها و رو تعداد سطرها. خب اوکی، 5 سطر و 2 ستون. وقتی جدولم رو وارد کردم اینجا یک تیبل تولز برای من باز میشه و من میتونم اینجا هر کدوم از این استایل ها رو که میخوام برای جدول خودم انتخاب بکنم. وقتی شروع میکنم به کار کردن با جدول، مثلا اینجا مینویسم A، برای اینکه خونه بعدی جدول رو پر کنم میتونم تب بزنم، میام خونه بعدی اینجا B تب میزنم، C تب میزنم، D، E و حالا اگر تب بزنم یه سطر دیگه اضافه میشه و به همین ترتیب میتونم این رو هم پر بکنم. پس برای ورود اطلاعات به این شکل از تب میتونم استفاده بکنم. اگر این کنار کلیک بکنم میتونم یک سطر جدول رو، الان که فلش رو نگاه کنید به چه شکل در میاد، الان اگر کلیک بکنم میتونم یک سطر جدول رو انتخاب بکنم یا در همین شرایط با درگ کردن میتونم چند سطر جدول رو پشت هم انتخاب بکنم یا تو همین شرایط با نگه داشتن شیفت میتونم مثلا روی این سطر اولی که میخوام و آخرین سطری که میخوام کلیک بکنم و یک ردیف سطر رو انتخاب بکنم به صورت پشت سر هم. نکته دیگه این که اگر بخوام سلول انتخاب بکنم، اگه یادتون باشه من میتونم سلول ها رو به این شکل انتخابشون بکنم، یعنی با درگ کردن میتونم سلول ها رو با هم انتخاب بکنم. بذارید من استایل این جدول رو عوض بکنم که خطوطش رو کامل ببینیم. خب من اگر بخوام به راحتی میتونم اینجا ابعاد این جدول رو تغییر بدم. وقتی این ابعاد رو تغییر میدم دارید میبینید که الان تمام سطرها ارتفاعشون با هم زیاد شد. حالا اگر اینجا اینها رو جمع بکنم میبینید دوباره همه ستونها با هم طولشون کم شد. اگر من فقط بخوام یک سطر یا یک ستون رو ابعادش رو تغییر بدم به راحتی میتونم بیام اینجا و شروع بکنم به جابجا کردن خط فقط همون سطر یا فقط خط همون ستون. اما یه نکته رو باید بدونید، وقتی شما یک سطر رو جابجا میکنی تمام خطوط سلول های دیگه در اون سطر قرار دارن با اون جابجا میشن. در مورد ستون هم همینطور. اگر من الان اینجا این خط ستون رو بگیرم و جابجا کنم، یعنی کلا در تمام این سلول ها اینها با هم جابجا میشن. بحث دیگه همون بحث خرد کردن یک سلول حالا به سطر یا ستون بود که میتونستیم اون رو خرد بکنیم به چند سطر یا چند ستون. برای همچین کاری یکی از این روش ها اینه که ما اینجا از این گزینه draw table استفاده بکنیم. الان فقط کافیه من اینجا مثلا یه ستون اضافه بکنم. الان من تو این دوتا ستونم رو کشیدم و دیگه تو این سلول پایینی نکشیدم، یا اینجا فقط در همین سلول این کار انجام دادم و اینجا دیگه اون رو خرد نکردم، یا مثلا میتونم اینجا اینو تبدیل بکنم به دوتا سطر. پس همونطور که میبینید با draw table میتونم خیلی راحت تغییرات رو ایجاد بکنم. من کنترل زد بزنم. خب دقت کنید، الان که من اینجا هستم، بذارید من یه خط دیگه اینجا بکشم. الان که من اینجا هستم یه امکان دارم این اریزر رو بر میدارم و میام اینجا روی یکی از این خطوط کلیک میکنم. ببینید اینا با هم یکی شدن، یعنی این دو سلول همونطور که میبینید الان اومدن تبدیل شدن به یک سلول. یعنی شما با این هر جا که بخواید خطی رو بردارید به سادگی میتونید این کار رو انجام بدید و اون خط رو حذف کنید. این هم یه روش دیگه باز برای مدیریت کردن سطر و ستونهای تیبلمون. امکان دیگه ای که باز خیلی سریع اشاره میکنم دیگه، اینا رو فکر میکنم به حد کافی راجبشون صحبت کردیم. اینجا بحث فیل رو داریم، بحث بوردر رو داریم، یعنی شما میتونید به راحتی بوردر رو هر جوری که میخواید کنترل بکنید. بحث فیل رو داریم که میتونید به خونه جدول حتی گرادینت هم اعمال بکنید. دیگه کار با گرادینت رو هم الان یاد گرفتید، یا به عنوان بک‌گراندش یک عکس اضافه بکنید و یا از تکسچرها استفاده بکنید. یعنی به راحتی اینا امکان پذیره.
یعنی الان من اینجا برای این یک تکسچر گذاشتم، حالا اگر شروع بکنم مثلا به نوشتن، میبینید که دقیقا روی اون تکسچر، روی اون عکس داره نوشته میشه. خب پس اینها امکانات دیگه‌ای که ما در مورد تیبل داریم. تمام این امکاناتی که الان دارم میگم در ورد هم دقیقا به همین ترتیب ها، یعنی ما همه این امکانات رو اونجا هم داریم. بحث بعدیمون که باز میخوام اینجا یاداوری بهش بکنم، بحث لی‌آوت هست. تو قسمت لی‌آوت هم باز فقط مروره، بحث انتخاب کردن سطح یا ستون یا سلول رو داریم، بحث دیلیت کردن سطر، ستون و یا جدول رو داریم، بحث اضافه کردن سطر یا ستون رو داریم، یعنی هر جایی که ما بخوایم. الان من میخوام اینجا قبل از این سطر یه سطر دیگه اضافه بکنم، این از این سطر که اینجا اضافه شد، یا مثلا ستون اضافه بکنم. من اینجا الان میام این ستون رو انتخاب میکنم و اینجا مثلا میگم حالا چپ اون یا راستون میخوام یه ستون اضافه کنم، من میگم سمت چپ، خب چپ اون ستون یه ستون دیگه برام اضافه شد. بحث بعدیمون که اینجا داریم بحث مرج کردن یا اسپلیت کردن سلول هاست، یعنی من میتونم حالا مثلا این سلول ها رو با هم بگیرم و اونها رو با هم مرج بکنم. مرج کردن اینها این سلول ها رو با هم یکی میکنه و الان سه تا سلول با هم یکی شدن. بعدی اسپلیت هست که اجازه خورد کردن رو به ما میده. من الان این سلولی که اینجا دارم رو به دو تا ستون تقسیم میکنم، نگاه کنید به دو ستون و یک سطح تقسیم بندی شد. یک کنترل زد میزنم، حالا اینجا اگر میخواستم میتونستم اینجا تعداد سطرها رو هم عوض بکنم، مثلا من اینو میدم 3، دو تا ستون و 3 تا سطر، ببینید دو ستون و 3 سطر اینجا ایجاد شد. پس به راحتی ما میتونیم اینها رو کنترل بکنیم. مورد بعدی که اینجا هست بحث سایز سلول هاست، چه طولشون و چه ارتفاعشون. بعدی الاینمنت و چیدمان اونهاست، یعنی اول که در راستای افقی کجا قرار بگیرن، بعد در راستای عمودی بالا وسط و پایین، نحوه نوشتنشون به چه شکلی باشه، و اینجا هم البته بحث دایرکشن رو داریم که سلولمون راست به چپ یا چپ به راست باشه. بحث بعدی بحث موقعیت قرارگیری رو داریم که مثلا به چه صورتی نوشته بشه، حالا اینجا که شاید دو حرف داریم بهتر مشخص بشه، داریم میبینیم که چطور اونها توی سلول قرار میگیرن. و بحث بعدیمون مارجین هست که گفتم ما میتونیم فاصله یه نوشته رو از لبه های سلول تعیین بکنیم، از بالا پایین چپ و راست، که مثلا این A و B چقدر از بالا فاصله داشته باشن، چقدر از سمت چپ، چقدر از سمت راست و چقدر از پایین، یعنی اون محدوده که اطلاعات میخواد داخل جدول قرار بگیره رو ما میتونیم تعیین بکنیم. اینجا بحث سایز خود تیبل رو داریم که میتونیم به راحتی سایز تیبل رو هم کنترل بکنیم. خب این هم یه یاداوری در مورد جدول و اینکه با جدول چطور میتونیم کار بکنیم، اونها رو مدیریت بکنیم. تو ورد آشنا شده بودیم، باز خواستم اینجا یه یاداوری بشه و چند تا نکته دیگر رو هم با هم دیگه ببینیم. توی درس بعد یه مقدار بیشتر وارد مفاهیم طراحی کردن و بیشتر وارد کنترل ظاهری و گرافیک اسلایدامون توی پاورپوینت میشیم و در مورد اونها هم برات صحبت میکنم.